یک کتاب صوتی کتاب بانوی زرمدا خاجه شروع به شمردن گناهان فاخته کرد فاخته دو سه بار خواست کلام خاجه را قطع کند و حرفی برای براعت خود بزند ولی خاجه با نهی به رعباور مجبور به سکوتش کرد فاخته با گرگه و زاری گوش میداد. خاجه که دم به دم لحن کلامش خشم نایتر شد و گفت و گفت تا بالاخره از جای بلند شد فاخته که میخواست برای تبرعه حرفی بزند اشک رخسار را پاک کرد و همین که دست از مقابل صورت برداشت خاجه آب دهان قلیزی به رویش انداخت و گفت توف بر تو ای بد کار یه حیل ساز حق باز که آدمی همچون مرا فریب داده بودی بر هزار باش که اگر کوچکترین خلافی از تو سر بزند تو را رسوا و مجازات خواهم کرد در حالی که فاخته را تهدید می کرد و لعنت و نفرین و فحش و دشنام نسارش می نمود از در بیرون رفت آنچه در آن لحظه لرز بر اندام فاخته انداخت و دنیا در نظرش تیره و تار ساخته بود این بود که کاخ آمالش فرو ریخت یعنی از عروسی با شهریاری مثل خاجه و از جلوس بر تخت ملکه ایران معیوز گردید فاخته در این مدت خاجه را چنان مفتون و مسحور کرده بود که مهر و محبت را در چشمهای شیفته ی خاجه ایان میدید خوب میفهمید که خاجه دلباخته با شور و اشتیاق منتظر آن روزی است که اولین بوسه را بر رخسار محلقای فاخته زند و عرش اعلا را سیر کند اکنون خاجه جایی را که باید بوسه بزند با آب دهان آلوده کرد و از در بیرون رفته بود فاخته در همه عمر چنین توهین شرمآور و جانگدازی ندیده بود آری خاجه آن رخسار زیبا را پلیدتر از هر نجسی دانسه و توف بر آن انداخته بود فاخته تا مدتی مات و مبهوت و منگ و مدهوش بود مردی که تا ساعتی پیش در نظرش آن همه محبوب و معبود بود اینک به صورت دشمن منفوری در آمده بود که اگر دستش میرسید جگرش را بیرون میکشید و خونش را میمکید در همان حالی که دستخوش جنون خشم و کینه بود به خاطرش آمد که این تغییر ناگهانی سرنوشتش از کجا سرچشمه گرفته دشنگ تیزی برداشت و در سینه پنهان نمود و بدون اینکه به کسی حرفی بزند یا یکی را همراه بردارد به راه افتاد تا به در منزل خان قیزی رسید گفتیم که فاخته دچار جنون آنی شده و در آن لحظه برای هر جنایتی آماده بود در زد پیرزنی که ظاهرا صابخانه بود بیرون آمد فاخت جویای خان قیزی شد پیرزن به تصور اینکه بانوی متشخصی از دوستان یا اقوام خان است با اظهار تأسف و دلسوزی گفت که خان قیزی روز گذشته به اتفاق شوهر خود آزم ولایت شدند باید بگوییم که خانقیزی با احمد ازدواج کرده و هر دو راضی و خوشبخت بودند. اموال جوان محکوم را تصرف کردند. در ضمن معلوم شد که جوان مقداری گندم و جو و حبوبات دیگر به مبلغ 80 دینار طلا به مردی فروخته و آن مرد از خبوشان به سبزوار مهاجرت کرده است. آمده بودند طلب خود را وصول کنند. میرزا احمد آن مرد را در حق پیدا کرد و پول را گرفت و به سبزوار برگشت. خانقیزی از آنچه که بین او و فاخته گذشته بود حرفی به شوهر نزد ولی برای اینکه ذهن او را قبلا به شنیدن ماجرای دزدی حاضر و آماده کند گفت که حرم شیخ بر حسب تصادف او را در بازار دیده و نصف املاک جوان را مطالبه نموده و از باب تهدید نسبت به دوزی به او داده و به خاج شمس دین شکایت کرده و خاج هم قدقن کرده که قبل از رسیدگی از سبزوار خارج نشوند اتفاقا هنوز صحبت خانقیزی تمام نشده بود که مردی از طرف خاج آمد و اطلاع داد که خان و شوهرش آزاد هستند. خان با کمال مسرت نزد شوهر رو سفید در آمد. دیگر معطل نشده و همان روز از سبزوار حرکت کردند. فاخته در حالی که دسته دشنه را می فشرد به خانه برگشت. کم کم بر اصاب خود مسلط شد و به فکر آتیه افتاد دیگر نه هوای شوهر به سر داشت و نه در فکر تخت ملکه بود. در آن روز به بعد یگان هدفش در زندگی انتقام از خاج شمس الدین بود. اهانتی را که از خاج دیده و هایی را که شنیده بود نمی فراموش کند. جای آب دهان خاج در صورتش می و به نظرش می رسید که لکه یک کسیفی بر رخسارش نشسته و این لکه روزی پاک می شود که فاخته هم آب دهان به صورت جسد بیجان و غرق به خونه خاجه بیندازد. تشنه خون خاجه بود ولی چه می توانست کرد؟ خاجه با نهایت قدرت و سیاست حکومت می کرد. عدل و داد بی قرضی و بی و حفظ قوانین اسلام مردم را شیفته کرده بود. از طرف دیگر فاخت نفوذی را که در بین فرقه پرجمعیت درویشان داشت تقریبا از دست داده بود و قالب سران درویشان که جاه طلبی و دنیا پرسی فاخت را دیده بودند از اطرافش پراکنده شده و حتی گمراهی کلو اسفندیار و بسات فرعونی او را از چشم فاخت می دیدند. روزهای دردناک و پرغم و رنجی برزن کینه توز میگذشت با اینکه انصراف ناگهانی خاج شمس الدین از عروسی با حرم شیخ لطمه زیادی بر شخصیت و حیثیت فاقد زد، مهازا هنوز بعضی از سران درویشان و بزرگان سربداران فاقد را به احترام شیخ شهید محترم می شه مردند. این است که چند نفری از سران قوم از فاقد خاستگاری کردند ولی فاخته که همه را خوب می شناخت در میان آنها کسی را که حریف خاجه باشد و انتقام او را بگیرد نیاف و همه را جواب کرد. آزاده در این بین امیر شمس دین برادر مسعود پادشاه مخلو را راضی کرده بود که با فاخته ازدواج کند. ولی فاخته که از بیارزگی او خبر داشت قبول نکرد. روزها غالبا از خانه بیرون می آمد و در شهر به سیر و سیاحت می پرداخت تا بلکه آتش درون را خفیف در سازد. ولی هر کجا که میرفت رفت خاجه را با آن قیافه خشمناک و نفرتبار در مقابل خود میدید و جای توف خاجه در صورتش می سوخت. مدت مدیدی بدین منوال گذشت که روزی در بازار می گشت و ناگهان در یک گوشه قوقا برخاست. جمعیت به هم ریخت و عبور و مرور بند آمد. بعد معلوم شد که یکی از جاهلهای شهر که با نایب داروغ دشمنی داشته به او رسیده و سینه اش را با خنجر شکافته و فرار کرده است. علت دشمنی این بود که نایب داروغ یک زن روز را که معشوقی جاهل قاتل بوده دستگیر نموده و به چاه انداخته است. با دیدن و شنیدن این ماجرا فکر تازه ای به خاطر فاخته رسید. اگر بتوانم یکی از این جاهل را به دام بیندازم و شیفته و مفتون خود سازم شاید بتوانم با دست او انتقام خود را از خاجه بگیرم و نفسی به راحتی بکشم. آخر تا که در این آتش بسوزم. با اینکه روسبی ها را بیچون و چرا در چاه می انداختن هنوز ادعی از آنها در شهر بودند البته جرأت نمی کردن در خانه خود مشتری بپذیرند روزها در شهر پرسه میزدند و با نشانی و اشاره هایی که معمول بود مشتری پیدا می کردند. فردای آن روز فاخته با آرایش تند و تیزی از خانه بیرون رفت و در معبر خلوتی پای دیواری نشه است. دو نفر جاهل که از طرز لباسشان شناخته می شدن از مقابلش گذشتند و فاخته صرفه خفیفی کرد. یکی از آن دو نفر برگشت و نگاهی به سویش انداخت و حرفی نزد و رد شد. لحظه ای بعد زنی آمد و در کنار فاخته نشست. چون او را هم را مخندان دید از همکاران خود پنداشت و گفت که آن دو نفری که از مقابل تو گذشتن هر دو از پسرهای خوب و پول خرج سبز وارند. یکی رفیق من است ولی دیگری از معشوق قهر کرده و کسی را ندارد. اگر مایلی برویم و امروز را خوش باشیم. فاخته لحظه این مردد ماند. صدایی در گوش خود شنید. آیا میفهمی چه میخواهی بکنی و در چه خطرناکی قدم بگذاری؟ هیچ فکرش را می کنی که اگر با این قمای زنها در یک جا گرفتار شوی در قعر چاه چهل زرعی مدفون میشوی. شوی خاجه با اداوتی که با تو دارد زنده آد نمی گذارد مگر نمی بینی و نمی که هر روز چند نفر از این زنهای بدبخ را در چاه سرنگون می کنند گذشته از آن آخر تو حرم محترم شیخ شهید هستی چطور راضی میشوی در کنار زنهای بدکار بنشینی و بزرگترین گناهان را مرتکب شوی در اینجا فاخت تبسم تلخی کرد زیرا بعد از روابط ننگینی که با عبدالسلام و جوان محکوم داشت اهمیت و مهابت این گناه عظیم از نظرش محو شده بود فکر کرد که شاید همین امروز بتواند جوان جاهلی را که جستجو می کند به دام بیندازد و دیگر قدم به مجلس جاهل ها و بدکار نگذارد. باز در همان حال به خاطرش رسید که شاید همین امروز در قدم اول به چنگ معمورین داروغ بیافتد. بالاخره بر تردید و دودلی قلبه کرد و با آن زن به راه افتاد. فاخته در حالی که مشوش و اندیشناک بود و به سوالات آن زن جوابهای بی سر و تهی در بین راه باز دوچاره تردید شد. از عاقبت کار ترسید و پاس سست کرد. ولی آن زن که تصور می کرد همکار تازه نفس و بی تجربه گیراورده که می تواند از وجودش استفاده کند او را رها کرد و با اصرار و قربان صدقه فاخته را مجبور به همراهی خود نمود. درب خانه نیمه باز بود و هر دو وارد خانه شدند. آن دو جوان جاهل در اتاقی نشسته و زن جوان و زیبایی در کنارشان دیده میشد. زنی که با فاخته بود رو به آن یکی کرد و گفت پس تو قهر بودی. زن خنده کرد و حرفی نزد. معلوم شد آمده از که آشتی کند. فاخته بلا تکلیف ماند. در دل خود از بد بیاری نالید و گفت پس من می روم. یکی از جاهلها جلوی فاخته را گرفت و رو به دیگران کرد و گفت این خانم زیبا را خدا رسانده میفرستیم عقب حیدر قصاب بیچاره سه ماه هست که آب خوش از گلویش پایین نرفته امروز شنیدم که ده روز از خاج شمس دین مهلت گرفته تا بلکه پولی فراهم کند فاخته اسم حیدر قصاب را که از پهلوانان نامدار و بزن زن بهادر سبزوار به شمار می آمد شنیده بود. به واقع عوارز گمرکی شهری سبزوار به او سپرده شده بود. در موقع رسیدگی به حساب مبلغ هنگفتی کس آورده و به حکم خاج شمس دین هرچه داشت از دستش گرفته و خودش را زجر و آزار می دادن تا باقی طلب دولت را وصول کنند. هیدر آمد مرد قوی هیکل و بلند بالایی بود سیمای مردانه و جذاب داشت دور هم نشستن و هیدر چندان توجهی به فاخت ننه بود مجلس سرد و بینشات بود هیدر آهی کشید و گفت جای شراب خالی اگر کسی جامی به دستم میداد غلام حلقه به گوشش میشدم فاخت نگاه پرمهری به روی هیدر کرد و پرسید راست میگویی صاحب خانه گفت به هر قیمتی باشد شراب تهیه می کنم برای هر جرعه یک دینار طلا می دهم وقت از جا برخواست گفت کجا می روی؟ میروم شراب بیاورم و به افتاد ای در با قیافه متفکر پرسید این زن کیست و کجایی است نکند از جاسوس های خاجه بدجنس باشد دیگری گفت که گمان نمیکنم. فاخته با یک جام کوچک برگشت و با خنده اشاره به سوی هیدر نمود و گفت دلم به حال پهلوان سوخت. یکی از زنها به روی پهلوان چشمک زد یعنی فاخته خاطر خواهد شده است. مجلس رو به خود گرفت کله ها گرم شد. هیدر قصاب چند بار در حال مسی گفت که از زندگی سیر و بیزار شده هم. این ده روز را که شاید روزهای آخر عمر باشد به بهانه تهیه پول مهلت گرفته ام تا شکمی از ازاد درآورم و در عیش و نوش به سر ببرم و بعد حساب خود را با خاجی بیرحم تصویه کنم توجه هی در نسبت به فاخته دم به دم بیشتر میشد تا جایی که فاخته از طرز نگاه و حرکاتش دریافت که دل از کف پهلوان رو بوده و او را شیفته و مفتون خود کرده فاخته در جریان مجلس از هر فرصتی استفاده می کرد و به حال پهلوان دلسوزی می کرد و او را بر ضد خاجه تحریک می نمود. فاخته رسیدن به هدف یعنی مرگ خاجه را نزدیک می دید و از ته دل می گفت و مجلس آرایی می کرد. وقتی که به خود آمد هوا تاریک شده و چراغ آوردند. سراسیمه از جا بلند شد تا به خانه بروند اما بقیه جدا مانع شدند و گفتند هر زنی بعد از غروب آفتاب در کوچه دیده شود دستگیرش می کنند. ناچار همان جامان و شب را در صحبت هیدر قصاب به روز آورد. صبح روز بعد آزم خانه شد. پولی را که برای قیمت شراب ارزه کرده بودن قبول نکرد. زمنان از هیدر پرسید که چقدر دیگر بدهکار است و وی چه کمکی میتواند کند. با این دلسوزی و غمخواری بیش از پیش پهلوان را مفتون و مسهور کرد. هیدر به حدی شیفته شده بود که مانع از رفتن فاخته بود. فاخته به زحمت خود را از چنگش خلاص کرد، قرار شد که دو روز بعد در باغ دور افتاده و خلوتی به هم برسند. فاخته در میان شور و شعف دیگران و عده شراب داد. زنی که گفتیم برای آشتی آمده و اسمش خورشید بود بلافاصله بعد از فاخت از در بیرون رفت. خورشید از جاسوس مخفی خاج شمس دین و معمور کشف و شناختن زنهای هر جایی بود. خاجه از حال و روزگار خود خورشید هم اطلاع داشت که چه کار است و چه می و مجازات او را برای وحلی آخر گذاشته بود. خورشید تا آن روز چندین نفر از همکاران بدبخت خود را لو داده و به قعر چاه فرستاده و مزد کارو و انعام گرفته بود فاخت در نظر خورشید یک شکار گرانبهایی جلوه کرده بود این زن چه کسی بود که از خودش شراب آورد و دیناری هم پول نگرفت چه کسی بود که در شهری مثل سبزوار که یک خمو حتی جامی سالم نمانده و شراب گرانتر از طلا قیمت دارد شراب مفت به مردم می دهد. مسلما رازی در این کار است. خورشید فاخته را تقیب کرد خانه اش را یاد گرفت و تا ظهر معطل شد. تحقیقات نمود تا با حیرت و وحشت هویتش را هم شناخت که حرم متحر شیخ شهید است. شاد و خندان از کشف بزرگی که کرده بود به سراغ خاجه رفت ولی موفق به ملاقاتش نشد. خاجه که گفته این مراقب خانه بود از غیبت شبانه اش آگاه شد ولی نتوانست بفهمد که شب را کجا بوده و چه می کرده است. روز تجدید دیدار فرا رسید. فاخته که میخواست آن روز به کلی عقل و دین از سر پهلوان برو باید و او را مطیع و فرمان بردار خود کند با آرایش تمام و لباس دل رو شراب را زیر لباس گرفت و به باغ رفت. هیدر که از شوق و زوغ زودتر از همه آمده بود با گرمی استقبالش کرد و خورشید دیرتر از همه آمد. زن بدجن صبح زود به ملاقات خاج شمس دین رفته بود تا کشف بزرگ خود را به اطلاعش برساند. خورشید وقتی که گفت حرم محترم شیخ شهید وارد فحشا شده و آن روز در کنار زنهای بدکار نشسته می گفت و می خندید و حتی برای گرمی مجلس شراب آورده بود دود از نهاد خاجه برآمد. خاجه درویش مسلک با اینکه از سوابق ننگین فاخته تا حدی اطلاع داشت ولی هرگز تصور نمی کرد که حرم شیخ و خواهر مسعود به منجلاب فحشا بیافتد. برای خاجه مسلم بود که اگر این قضیه فاش شود لطمی بزرگی به نفوذ و حیثیت دراویش وارد خواهد آمد. از خورشید پرسید که آیا راجب این موضوع با کسی حرفی زده است؟ و قسم خورد که راز حرم شیخ را فقط در حضور خاجه بر زبان آورده و به کسی حرفی نزده برای آخرین بار انعامی در کفش گذاشت و مرخصش کرد. معاشران در آن باغ دلگوش ها دور هم بودن برای آخرین بار انعامی به او داد و مرخصش کرد. معاشران در آن باغ دلگوش ها دور هم نشسته و خوش بودند. عیدر قصاب با فاخته درد و دل می کرد و از گرفتاری خود در چنگ خاج شمس دین سخن میگفت و چاره جویی می کرد. فاخته با مکر و فسون احساسات پهلوان را برانگیخته و او را تحریک به کشتن خاجه می کرد و مطمئنش می ساخت که اگر خاجه را بکشد کسی به خون خواهی نخواهد برخواست بلکه مردم که دلی پر از خون از دست خاجه دارن مرگ او را جشن خواهند گرفت دنیای کتاب صوتی